بچه سلام 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 به به سلام سلام خانم محمد رضا خانم مهدوی کیا آقا سه چه چونگیر من نمیبینم سلام 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 بچه ها خوبین؟ سلام سلامت باشین به آقای بامری خانم دوراندیش خدا رو شکر خدا رو شکر بچه اوکی این حالتون خوبه؟ من عالی من خدا رو شکر امروز خوبم واسه چه مبحثی رو تدریس داریم؟ امروز محلول از پایه دهم به روش خودمون ها اون روش که مدرسه یاد گرفتی نه به روش خودمون بچه ما هم دیگه سوال کنیم بچه ها اضافه بشن بریم سراغ درسمون کلاس سالانه کی شروع میشه؟ انشاءالله از هفته دیگه انشاءالله از هفته دیگه شروع میشه حالا تا آخر کلاس باشه این خبرهای خیلی خوب داره آقا برای کلاس ها گوش کن چه کلاس ثبت نام کردی چه کلاس ثبت نام نکردی تا آخر کلاس باش من امکان داره وسط کلاس اول کلاس آخر کلاس یه سورپرایز ویژه دارم میخوام بگم از کلاس بری بیرون دیگه فرصت از دست دادی این از کلاس بری بیرون متوجه نمیشی بهتون میگم استاد کتاب که به دستم میرسه همین هفته نهایتا قربون نمیرزا جون قربون دی رو چیکار کنیم ما به دی میرسیم کلاس آنلاین ما انشاءالله دی تمومه من یه سری توضیح بهتون قربون شما خانم بهشتی بابا خانم بهشتی مال شاگردای پارسالمون امسال هم هستن میخوام سال بچری کنم آقا نگاه کن یه توضیح بهتون بدم برای کنکور دی سلام سلام من توضیح هم بدم برای کنکور دی بچه‌ها میگن آقا من میخوام کنکور دی برسم من خیلی ساعتم خوبه من واقعا بابام گفته فقط دی یا بعضیا فارغ التحصیلن نمیخوان تا تیر پشت کنکور بمونن میخوان دی کنکور بدن دی قبول میشن چون دی رقابت کمتره بچه‌ها شرکت کننده ها کمترن رقابت کمتر آسان‌تر میتونی قبول بشی اوکی من برنامه‌م اینه که گوش کن بهتون میگم من برنامه‌م اینه که برای بچهای 12 آنلاین کنکورشون رو تا دی ببندم برای چی چند تا دلیل دارم یکی این که اونایی که میخوان دی کنکور بدن دی میرسن کنکور میدن رتبه‌شون رو میگیرن چون بقیه شرکت نمیکنن دی رو خیلی ها کم شرکت میکنن این شرکت کننده نصف میشه راحت‌تر قبول میشی این از این پس دی تموم میکنن برای اینکه بچه‌ها که میخوان دی کنکور بدن برسن بعضی ها میگن که آقا من میخوام تیر کنکور بدم شما چرا میخوای دی تموم کنی خب خیلی خوبه دی تموم بشه تو دی تموم بشه از دی تا تیر فقط برو جزوه رو مرور کن فقط تست بزن فقط رفع اشکال کن فقط نکته بردار 10 دور جزوه رو بخون هزینه کلاساتون چنده ببین پیام بدین بهتون میگم ولی کلاس ما همه چی 0 تا 100 دهم 11 12 تمومه اصلا من میرم 11 مش کلاس الان چجوری ثبت کنم ببین پیام بده بهتون میگم اصلا میشه دی کنکور بدی هم تیر بله هم دی کنکور بده هم تیر آره بچه ها نگاه کنین شما هم دی کنکور بدین هم تیر کنکور سازمان سنجش نمیاد از این دو تا میانگین بگیره بگی تو اینجا شیمی تو 0 زدی اینجا 50 زدی حالا میشه 25 مرات حساب میکنم خوبه رو حساب میکنه 50 رو قبول میکنه آقا اصلا کنکور بده بشه 100000 کنکور دوم بشه 2000 2000 رو قبول میکنن واسه کلاسی حضورتون هم دی تموم میشه ان شاء الله نه نه اول دی بعد تیر 100 یعنی به 100 راحت میرسی بله فیلم میذارم تو گروه نه منظور دی همین امساله 5 ماه دیگه کنکور داریم من شیمی تو میرسونم شیمی تو میرسونم فقط برای 100 هر سپایه رو تموم میکنیم هزینه کلاس آنلاین ها فکر کنم هزینه کلاس آنلاین 1.5 فقط تا آخر کلاس باشین تخفیف میذارم زمانی که میخوام بگم انقدر تخفیف داریم باید تو کلاس باشی ها کلاس های حضوری اون 3 تومنه کلاس های آنلاین اون 1.5 حالا باید پشتیبانی صحبت کنین اما تا آخر کلاس باشی میخوام تخفیف بدم یه تخفیف مشتی ها یعنی تا آخر سال دیگه همچه تخفیف نداری بعد از هم کلاس آنلاین دیگه تموم میشه کلاسمون کامل این جلسه رو برای کسایی که کلاس باشن بهشون میدم ملکا اون 11 که حضوریه نه وقت واسه تست هم دارین ببین خانم مبینا میگن سنگین نمیشه نه به جای یه جلسه تو هفته بیایم تیر فروردین تموم شه 2 جلسه تو هفته میایم مثلا به جای یک دونه 3 ساعت بیایم 2 تا 3 ساعت میایم یعنی راحت شیمی تو میرسونم اصلا فرض کن تو نمیرسی به دی دی تموم بکنی تا تیر فقط میتونی مرور رفع اشکال تسنی جزوه رو بشین 20 دور بخون آره خانم سعادت من 2 تا 3 ساعت میذاریم مثل بقیه مؤسسا چرا اگه سوال داشته باشین که میتونیم آقا دی تموم بشه تا تیر بیا ازم سوال بپرس رفع اشکال کن بگم من تست میخوام آزمون داریم همه چی داریم یعنی تا تیر با هم دیگه میریم آره باشین تو این کلاس
دیگه کنکور باید بدین، باید، یعنی اصلا نرسیدی هم باید کنکور بدی، استرست بریزه. باشین تا آخر کسی بهتون میگم تخفیف نه برای کسایی که تازه میخوان ثبت نام بکنن، اما برای کسایی که ثبت نام کردن یک سورپرایز دیگه داریم، حتما تو کلاس باشین، حتما میخوام بچره کنین. من دهم یازدهم دوازدهم کامل کار میکنم، آره حتما تو کلاس بمونین، بچهای ثبت نامی بچه‌ها الان حتما تو کلاس بمونین، میخوام بچره کنین. اگر صفر صفر هم باشین من دی تو رو به 100 میرسونم، بعد دی کنکور میدی اصلا حال نمی کنی، میگی میخوام تیر کنکور بدم، تا تیر فقط مرور رفع اشکال تستنی هر کاری دوست داری انجام بده، جزوه جلسه رو میذاریم. بله نه لحاظ نمیشه خانم دی خانده جان. آره خانم مهدوی کیا، خانم مهدوی کیا میگه تعداد جلسه رو میبریم بالا تا تموم بشه. بله به جای اینکه یک دونه 3 ساعت داشته باشم 2 تا 3 ساعت میذارم، یعنی زمانمون نصف میشه دیگه، بریم تا تیر تموم بشه تا دی تموم میشه و مشتی تموم میکنم. اگر یه نفر بیاد بگه آقا من راضی نبودم، من شما تونتون گفتین، شما مثلا فشرده، اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. چش خانم ملکه بریم پیام بدین، چش تا آخر کلاس باشین، سورپرایز داریم، چه برای کسایی که ثبت نام کردن چه کسایی که ثبت نام نکردن. با کلاس دیگه‌تون به تداخل نمیخوره، خیالتون راحت. بریم سراغ درس بچه‌ها، بریم سراغ درس. ساعت چند تا موقعی که به جایی که میخوام برسیم، نمیخوام کل محلول رو درس بدم، یه قسمت چون اینجور فشورده میشه. قربون شما خانم دقیقان نژاد، بریم سراغ درسمون، وقت رو هدر نکنیم. پس نکته برای بچه کلاس آنلاین، برای بچه کلاس آنلاین ما تا دی تموم میکنیم، هر کی بخواد دی کنکور بده، هر کی هم میخواد تیر کنکور بده، اوکی؟ هر کی هم میخواد هم دی کنکور بده هم تیر کنکور بده. تو اگر دی کنکور بدی که ضرر نمیکنی، ضرر نمیکنی، فوقت میشی 100,000، کنکور دوم بشی 1,000، اون 1,000 تو قبول میکنن، همین، به همین راحتی. کسی که دی تموم بکنه بخواد تیر کنکور بده، از دی تا تیر 6 ماه فقط میتونه جزوه بخونه، فقط میتونه تست بزنه، این درصدش 60 باشه یا درصدش بالا 90. دی کنکور بدیم یا تیر، جفتشو باید کنکور بدیم، جفتشو. من میتره کنم، بعد بچه ها میگن آدهی تموم کنیم ما رو دیگه ول میکنیم، ولت نمی کنم به قرآن، ولت نمی کنم. بعضی موقع برای کلاس تست زنی میذارم، بعضی موقع برای رفع اشکال میکنم، تست بهت میدم، نمیدونم ویدیو حل تست سنگین بهت میدم، ولت نمی کنم تا موقع کنکور، خیالت راحت مامایی. بازی که میگه شما آدهی تموم کنین، باز میگین دی دوباره بیا کلاس ثبت نام کن، به خدا دیگه لازم نیست بیا کلاس ثبت نام کنی، واقعا دیگه لازم نیست. همش جمع، حالا به همش جمع بدی آخر ساله. قربون شما خانم علوی، قربون شما. امسال جاستس، اصلا امسال یه چیز دیگه است. ویدیو فصل 3 12ام. بچه‌ها من این سورپرایزی که میخوام بهتون بدم اینه که ویدیو فصل 3 12ام هم عالیه. اونم میخوام بهتون بدم که زودتر بخونین. خیلی مفهومیه. میگه چرا باید هم تیر کنکور بدیم هم دی؟ عزیز من تو دی کنکور میدی میشه 100,000، تیرم کنکور میدی میشه 2,000، 2,000 تو قبول میکنن، چرا کنکور ندی؟ فقط کنکور بدی فایدهش اینه که یه بار کنکور دادی استرست ریخته، با شرایط آشنا شدی، کنکور دوم استرست کمتره، شاید اصلا زد و خورد کنکور اول بهتر شد. چی به چه زبونی بگم؟ میگه خب من نمیخوام بشم 100,000، من دارم مثال میزنم، شما بشو 50,000، اگه کنکور دومت بهتر باشه کنکور دوم قبول میکنن. نمیگن تو کنکور اول شدی مثلا 10,000، کنکور دوم شدی 50,000، حالا میانگی میشه چقدر؟ 30,000، تو 30,000 باید بری. نه، با همون 10,000 که بهتره میری. میتونی فقط اولو بدی، فقط اولو بدی. واقعا باید یک وایس بذارم تو کانال. بچه‌ها بریم سراغ درس. نه میذارم آقای بامری. پارسال ما فقط جاستس استیکیومتری داشتیم، امسال جاستس همه فصل. بچه‌ها میدونن جاستس چیه؟ بچه‌ها میدونن جاستس چیه؟ وای وای. بچه‌ها جاستس رو میدونن چیه؟ بچه‌ها جاستس رو میدونن چیه؟ قربون شما. یه نکته دیگه بگم بریم سراغ درسمون. یه نکته دیگه بگم میخوام بریم سراغ درسمون. چش. کتابون همین هفته. لینک جاستس رو بهتون میدم به موقعش. این نکته دیگه بگم سراغم. بچه‌ها میگن آقا این که کلاس رایگان، میگن آقا شما چیکار می‌کنی؟ من یه توضیح دیگه بدم، فقط می‌خوام برم سراغ درسم. دهم، یازدهم، دوازدهم از 0 تا 100 درس میدم، هم تشریحی، هم تستی، هم حفظیات، هم مفاهیم، هم مسائل، تمام. آزمون شیمی فایر داریم،
هر ماه ازت آزمون میگیرم، هر ماه آزمونمون منظمه. نکته بعدی، برای امتحان نهایی باید کار میکنم، امتحان نهایی تو 100% 20 بگیری. نکته بعدی، برای مطالعاتی بدیدم مثلا این هفته طبق برنامه بری جلو که بتونی 100 بزنی. کار بعدی که میکنم چیه؟ جاستسه. جاستس یعنی توی کانال برای ویدیو میذارم، تستای خیلی سنگین برات حل میکنم. کاری که بد باکس تست میدم، تستای بیشتر حل بکنی، تانک تست میدم از روش تست بزنی. کاری که انجام میدیم به خود تو ایران نیست. بله ترمیم معدل برای دیگه هم داریم. آره بریم سراغ درس، بریم سراغ درس. به همه برنامه مطالعاتی میدم، هم دهم هم یازدهم هم دوازدهم. بریم سراغ درسمون دیگه، بچه‌ها زیاد توضیح دادم، می‌خواستم فقط بچه‌ها اضافه بشن. بریم سراغ درسمون. می‌خوام امروز تست زیاد با هم دیگه حل کنیم، می‌خوام تست زیاد حل کنیم، تست زیاد حل کنیم. اوکی فقط تا آخر کلاس باشی، می‌خوام سورپرایز بهت بدم ها. همه دستورش از بالا نمیاد چقدر میتونم سورپرایزت کنم، ولی سورپرایز میشی. مطمئنی؟ مطمئنی؟ جدی؟ بچه هر کی نمونه ضرر کرده، این چیزی که من شنیدم، هر کی نمونه ضرر کرده. خیلی آقا بریم سراغ درس. خیلی حالا هر کی نمونه ضرر کرده، هر کی میخواد بره بره. نگاه کن، چه بچه هایی ثبت نام کردن چه کسی که نکرد. آقا اولین چیزی که میخوام به درس بدم، خوب دقت کن، خوب دقت کن. بذار من جزوه رو ببرم اونجایی که میخوام، شروع کنیم به درس دادن. فقط میخوام دید تو باز کنم. به خدا چیزایی که میگم، حالا این جلسه کل محلول تموم نمیشه. نگاه کن چه چیزایی، به خدا ببین اینو کجا میخوای پیدا کنی، اینو کجا میخوای پیدا کنی. هیچکی اینو نمیگه، نقش گنج محلول هیچکی تو ایران نمیگه. حالا بذار بهش میرسیم، صبر کن. فقط الان شیمی پایه 10 میخوام بگم، محلولا فصل 3 دهم. فقط میخوام برگات بریزه بعد از کلاس بگی غلامی تو دیگه کی بودی. بریم از انحلال پذیری. بچه ها انحلال پذیری تو محلول خیلی مشکل دارن، خیلی مشکل دارن. من همه چیو درس میدم، خب امروز تا جایی که برسم به درس میدم، شروع میکنم به درس دادن. خب بچه هم یک چیزی بگم برام سراغ درس. بچه ها بعضی از دبیرا میگن غلامی روش هاش رو بعضی از تستا جواب میده، رو همه تستا جواب نمیده. من همه تستا رو میخوام برات حل کنم، همه تستا رو برات حل میکنم. فقط باید ببین، این جلسه اول رایگان محلولمونه، گوش کن قربون شما. بذار من در نکته ما بگم. میگن روش های غلامی جواب نمیده، سگام جواب نمیده. یه تست بیارین که سگام جواب نده. چون سگام بر اساس مفاهیم کتاب در اومده، از خودم در نیاوردم، یعنی مثلا از خواب بیدار نشدم میگم استگام، مفاهیم کتاب روش 3 سال 4 سال فکر کردیم به این چیزی رسیدیم. گوش کن بچه ها، فقط چیزی چای نکن. نکته بعدی، محلولی که میخوام به درس بدم، نگاه کن، این چیزی که بقیه درس میدن، همه دبیرا خوبن، همه دبیرا خوبن. ببین تو اگر بخوای محلول رو یاد بگیری، محلول برای کنکورت، همه اتفاق نظر دارن سه مبحث در شیمی خیلی سخته. کسی که این سه تا رو یاد بگیره درصدش در شیمی بالای 80. همه میگن، از هر دبیری میخوای بپرس، استیکیومتری، محلول، اسید و باز. پس استون، محلول، اسید و باز، این سه تا نقطه قوت من تو تدریسه، این نقطه قوت. محلول چرا فصل سختی؟ بچه هیچی تایپ نکنی. محلول چرا فصل سختیه؟ کسی که بخواد سوالای محلول رو جواب بده، خانم ملکا تایپ نکن تا بهت بگم، کسی که بخواد سوالای محلول رو جواب بده باید این فرمولها رو بلد باشه، کلشها، چون کنکور با اون چیزی که تو مدرسه میخونی فرق داره. باید کل این فرمولها رو بلد باشه و بفهمه کجا از کدوم استفاده کنه. محلول مسائل سختی نداره، فقط فرمولاش زیادن. مثلا یک فصل حرکت شناسی تو مثلا شاید 5 6 تا فرمول داشته باشه، یه فصل ساکنه تو مثلا شاید 4 5 تا فرمول داشته باشه. اما محلول چقدر فرمول داره؟ پر فرمول ترین مبحث شیمی کنکوره. اوکی این از این. بچا هیچ چیز تایپ نکنین، هیچ. فرمولای محلول چند تاست؟ من اون چیزی که تو جزوه دبیرا دیدم،
تو جزوه دبیرا دیدم، تو کتاب تستای مختلف دیدم، برای سرجم کردم، خلاصه‌شون کردم، تازه خلاصه کردم. چند فرمول شده؟ ببین، فرمول اول درصد جرمی میشه حل شونده به محلول ضرب درصد، انحلال پذیری میشه حل شونده به حلال ضرب درصد، پی پی ام میشه حل شونده به محلول ضرب در 10 به توان 6، مولار میشه مول تقسیم بر لیتر، مولار میشه 10 عاد تقسیم بر جرم مولی، غلیظت گرمی میشه 10 ضرب در آ ضرب در د، درصد جرمی میشه 100 ضرب در 100 به اضافه اس، پی پی ام میشه 10 به توان 6 ضرب در انحلال پذیری، 10 به توان 6 ضرب در انحلال پذیری 100 به اضافه اس. بعدی پی پی ام میشه آ ضرب در 10 به توان 4. راز پی پی ام تو فرمول دیگه هم داره، پی پی ام میشه میلی گرم تقسیم بر لیتر، پی پی ام میشه میلی گرم تقسیم بر کیلوگرم، گرم میشه 10 ضرب در آ ضرب در د ضرب در لیتر، مولار میشه پی پی ام ضرب در دی 1000 ضرب در ام، مولار میشه 1000 ضرب در انحلال پذیری ضرب در چگالی 100 به اضافه انحلال پذیری ضرب در مولار، درصد جرمی نهایی میشه درصد. ببین زیاده، کلن بخوای کل فرمولای که تو درسی رو جمع بکنی، اگر بخوای محلول رو جواب بدی، حدوداً خلاصش میشه 29 تا فرمول. چند فرمول؟ 29 تا فرمول. بعد اینا رو یاد بگیری، 29 تا رو حفظ کنی، بعد بفهمی کجا از کدوم استفاده کنی، بعد به جواب برسی. به خاطر همین محلولای فرمول زیادش باعث میشه که محلول فصل سختی باشه. حالا من میخوام روش خودم رو بهت بگم، خب بهش میرسیم. من یه جوری به درس میدم 29 تا فرمول رو نهایت بکنیم 2 تا 3 تا، نهایت. آره خانم ایمانی میتونی تهیه بکنی، میتونی بکنی 2 تا 3 تا به جای 29 تا. این که میگه درصد جایی میشه حل شونده به محلول ضرب درصد، ما استفاده نمی کنیم. به خدا یک سوال بهت میدم، برو جلوی دبیر دیگه بذار، سوال کنکور ببین چند خط جوابشه، بعد ببین من تو نصف خط برات حل میکنم بدون فرمول یا نه. یعنی این سواله رو اگه کسی بخواد حل بکنه باید دو تا فرمول بنویسه، دو صفحه ببخشید دو خط کامل توضیح بده، من روش میگم بهت ذهنی جواب بدی اصلا بدون استفاده از فرمول. اون باید دو مرحله انجام بده، فرمول بنویسه، فلان کنه، از این حرفا. من بدون فرمول تو 5 ثانیه بهت یاد میدم. اگر یک نفر بگه آقا من این روش تو رو جای دیگه دیدم، یعنی دبیر دیگه تو جزوهش تو ایران درس داده، همین الان ویدیومو ضبط میکنم میذارم کانالم، من کلاسمو رایگان میکنم هر جا که ثبتم کرده، شبیه اینو داره اینجا درس میده، نیست تو ایران ها، نه تو مشهد، بذارم سراغ درس. فقط میخواستم آشنات کنم که چرا محلول فصل سختیه. قربون شما، مرسی. بریم سراغ درسمون. اولین چیزی که میخوام به درس بدم، جزوه‌ام بهتون میدم، جزوه‌ام بهتون میدم. چجوری کلاس 11 میشه ثبت نام کرد؟ آیدی بهتون میدم برای ثبت نام. اوکی؟ خیلی خوب. ببین چی گفته. آقا اولین چیزی که من باید بلد باشم، اولین چیزی که باید بلد باشم. بعد بچه‌ها میگن چجوری بدون فرمول همه رو درس میدیم اگه میشه؟ دانش آموز اگر فکر داشته باشه میفهمه من چیزایی دارم میگم مفهوم کتابه. مفهوم کتاب مگه میتونه غلط باشه؟ مفهوم کتاب مگه میتونه جواب نده؟ اوکی؟ من جزوه‌ام برات میذارم، مفهوم کتابه، هر چیز دارم میگم کتابه، یعنی برات ثابت میگم که تو کتاب اینو آوردن، من بر اساس مفاهیم کتاب دارم به درس میدم، چیزایی که درس میدم چیز عجیبی نیست، مفهوم کتابه، خط کتابه، اما یه جوری به درس میدم که جایی ندیده باشی. همین. خب خوب دقت کن. خب از یک مبحث ساده شروع میکنیم، بچه ها باش خیلی مشکل دارن، بچه ها باش خیلی مشکل دارن، خوب دقت کن. چاکر. آقا مسائل چی؟ انحلال پذیری، مسائل انحلال پذیری، یه قسمت تو محلول دارم اسمش انحلال پذیریه. انحلال پذیری رو با نماد اس نشون میدن. با نماد چی نشون میدن؟ با نماد اس. تعریف انحلال پذیری چیه؟ تعریف انحلال پذیری، فقط من این جلسه جلسه اول محلول، برای محلول چند جلسه میذارم کامل میشه، یعنی این جلسه جلسه اول محلول نمیرسم همشو درس بدم، یه قسمتشو درس میدم، هفته‌های دیگه هم برات ادامه محلول میذارم که بیای کامل یاد بگیری. پس امروز که یاد گرفتی فقط همین تستای خودم رو حل کن، سراغ کتاب تست نمیخواد بری، زمانی که کل محلولم تموم شد برو سراغ کتاب تست،
این هستی مسائل نانپذیری. آقا مسائل نانپذیری چی میگه؟ تعریف نانپذیری چیه؟ بیشترین مقدار گرم نمکی که در 100 گرم آب حل می شود تا محلول سیر شده شود. پس اگر بهت گفتن انحلال پذیری تعریفش چیه، تو باید تعریف کتاب کامل بلد باشی. به بیشترین مقدار گرم نمکی که در 100 گرم آب حل می شود. 100 گرم چی؟ آب. پس در چند گرم آب حل میشه؟ 100 گرم. به بیشترین مقدار نمکی که در 100 گرم آب حل می شود تا محلول چی شود؟ سیر شده. آقا مثلا بهت میگه انحلال پذیری من برابر 20. خب من یه نمک دارم، یه آب دارم، یه محلول دارم. وقتی بهم میگه انحلال پذیریم 20، یعنی حد اکثر 20 گرم نمک در چند گرم آب حل میشه؟ 100 گرم آب حل میشه. پس وقتی میگه انحلال پذیریم برابر 20، یعنی در 100 گرم آب حد اکثر 20 تا حل میشه. خب محلولم چقدر میشه؟ آقا محلول میشه جمع آب و نمک، محلولم میشه چقدر؟ 120. به هم میگه آقا انحلال پذیری من برابر 30. آقا یعنی چی؟ یعنی حد اکثر 30 گرم نمک تو 100 گرم آب حل میشه. خب 30 گرم نمک 100 گرم آب، محلولم چقدر میشه؟ 130 تا. این نکته حواست باشه، محلول همیشه میشه آب جمع آب به اضافه چی؟ نمک. این از این. به هم میگه انحلال پذیریم برابر 40. یعنی چی؟ یعنی 40 گرم نمک حل میشه در 100 گرم آب، محلولم چقدر میشه؟ 140 تا. به هم میگه انحلال پذیریم برابر ایکسه، یعنی ایکس گرم نمک حل میشه تو 100 گرم آب، محلولم میشه چقدر؟ 100 به اضافه ایکس. چیزی که باید بدونی، بذار برای شکل بکشم. به میگه انحلال پذیریم برابر 20 است. یک ظرف برات میکشه اینجا، این ظرفت، این ظرفی که برات کشیده، خب آقا این ظرف من 100 گرم آب داره. وقتی میگه انحلال پذیریم برابر 20، یعنی توی آب چند گرم نمک حل میشه؟ این نمک های من چند گرمه؟ 20 گرمه. پس 100 گرم آب دارم، 20 گرم هم توش نمک دارم، کل این ظرفم چند گرمه یا محلولم؟ 120 تا. اگر انحلال پذیریت 20 باشه، بری 20 تا تو آب حل بکنی، محلولم میشه چی؟ سیر شده. پس اگر انحلال پذیریت برابر 20 باشه، چند باشه؟ 20 باشه، دقیقاً همون 20 رو بری تو 100 گرم آب حل بکنی، محلولت میشه چی؟ سیر شده. خب اگر انحلال پذیریم 20 باشه، برم 10 گرم حل بکنم، ببین الان ظرفیت این آبه تو این 100 گرمه 20 گرم میتونه حل بشه. خب اگر 10 گرم حل بکنم، محلولم اسمش چیه؟ سیر نشده. چیه پس؟ سیر نشده. آفر. پس ظرفیت 100 گرم آب من چقدر؟ 20 گرم نمکه. اگر بیام کمتر از 20 تا حل بکنم، درسته میشه چی؟ سیر نشده. اگر بیام بیشتر از 30 تا 20 تا حل بکنم، مثلا ظرفیت این آب 20 گرمه، من بیشتر از ظرفیتش رو حل کردم، میگم چیه؟ فراسیر شده. پس اگر همون مقداری که بود حل بکنی، میشه سیر شده. اگر از این مقداری که هست کمتر حل بکنی، میشه سیر نشده. اگر بیشتر حل بکنی، میشه چی؟ فراسیر شده. این از این. آره، حالا خوب دقت کن، خوب دقت کن. الان این سواله بهم چی گفته؟
گفته انحلال پذیری پتاسیم نیترات 80 گرمه. خب اینو ترجمه کن. می‌نویسم نمک آب محلول. آقا 80 انحلال پذیری 80 یعنی چی؟ یعنی حد اکثر 80 گرم نمک در 100 گرم آب حل میشه. محلولم چقدر میشه؟ 180. حالا چی گفته؟ گفته چند گرم محلول. چند گرم چی؟ محلول. یعنی محلول رو ازت میخواد. در همان دما دارای 8 گرم پتاسیم نیترات، یعنی 8 گرم نمک. خب 80 چجوری شده؟ 8 تقسیم بر 10 شده، پس اینم تقسیم بر چند میشه؟ 10. 180 تقسیم بر 10 میشه چقدر؟ 18. ایکس هم شد 18. حله؟ پس گفته انحلال پذیری برابر 80، یعنی 80 گرم نمک در 100 گرم آب حل میشه، محلول هم میشه 180 تا. محلول هم چقدر شد؟ 180. حالا گفته چند گرم محلول درونش 8 گرم نمک دارد. خب باید ایکس رو به دست بیارم دیگه. 80 چجوری شده؟ 8 تقسیم بر 10 شده، پس اینم بخواد بشه این تقسیم بر 10 میشه. 180 تقسیم بر 10 میشه چقدر؟ 18. حله؟ سلام سلام سلام. یعنی چی از کجا فهمید آب و نمک هستش؟ یه بار دیگه توضیح میدم. همیشه برای انحلال پذیری باید بنویسی آب، نمک، محلول. شما حالا دیر اومدی. چی گفته سوال؟ نگاه کن اینجا رو. گفته انحلال پذیری برابر 80، یعنی 80 گرم نمک در 100 گرم آب حل میشه، محلول میشه 180. حالا گفته چند گرم محلول، یعنی محلول رو ازت میخواد، در همان دما دارای 8 گرم پتاسیم، یعنی 8 گرم نمک. خب میخوام ایکس رو به دست بیارم. 80 چه جوری شده؟ 8 تقسیم بر 10 شده. خب 180 هم میخواد بشه ایکس، باید تقسیم بر چند بشه؟ 10 بشه، میشه چقدر؟ 18. تمام تمام. آره آفرین، در 10 گرم آب بود. پتاسیم نیست یعنی نمک دیگه، پتاسیم نیست مگه میشه آب باشه؟ آره. بریم سوال بعدی. گفته از تبخیره. ببین زمانی که انحلال پذیری داری باید بمیسی نمک آب محلول، نمک آب محلول. خب گفته از تبخیر 210 گرم محلول، زیر محلول چی میمیسی؟ 210 سی شده یک نمک، 60 گرم نمک باقی مونده. 60 گرم نمک. ببین محلولم 210 بوده، نمکم 60 بوده. خب مگه جمع نمک و آب نباید بشه محلول؟ جمع نمک و آب میشه محلول. آب چند بوده که با این 60 شده 210؟ 150 بوده دیگه. چند بوده؟ 150 بوده. اینو خودم فهمیدم، درسته؟ گفته 210 گرم محلول دارم، تو 60 گرم نمک داره. خب 210 گرم محلول داشتی، این فرموله رو یادت باشه، محلول میشه نمک به اضافه آب. محلولم چنده؟ 210. نمک رو چند بهم داده؟ 60. خب آبم چقدر میشه؟ این 210 باشه این 60 باشه، 60 بر اونور میشه 150. 150 گرم چی دارم؟ آب دارم، درسته؟ این از این. حالا گفته انحلال پذیری چیه؟ انحلال پذیری رو ازت میخواد. گفته انحلال پذیری چند گرمه؟ آقا تعریف انحلال پذیری چی بود؟ مقدار گرم نمکی که در 100 گرم آب حل میشود. انحلال پذیری رو میتونم به دست بیارم. خب یه تناسب بریم با هم دیگه، یه تناسب با هم دیگه بریم، بیام همینی ساده کنیم. این صفره با این صفر خط میخوره، 6 با 15 به 3 ساده میشه، این به 3 میشه 2، این به 3 میشه 5، 5 و 100 این میشه 1، این میشه 20. خب یه طرف این وسط این بکنیم، x ضرب در 1 میشه بعد چقدر؟ x 2 ضرب در 20 چقدر میشه بعد؟ 40. تمام تمام، به همین راحتی بدون فرمول حلش میکنیم، کل محلول رو بدون فرمول حل میکنیم. نه 11 هم نمیتونیم کنکور بدیم، 12 هم باید کنکور بدیم.
اوکی، یه بار دیگه سوالا رو با هم دیگه حل کنیم، چون جلسه اولتونه من سوالا رو چند بار حل میکنم که قشنگ راه بیفتی. اوکی، یک دو بار حل میکنم چند سوال اولی که قشنگ راه بیفتی. نگاه کن، چون سال انحلال پذیری بهم داده، می نویسم نمک آب محلول. خود سوال رو می خونم، اطلاعات رو زیرش می نویسم. نه دیگه، نه اشتباه نکن. از تبخیر 210 گرم محلول گفته 60 گرم نمک. خب آبم چقدره؟ چی با 60 میشه 210؟ 150. بچه ها میتونم میگم میتونیم بگیم انحلال پذیریم برابر 60. خیر، انحلال پذیری به ازای 100 گرم آبه، این 150 گرم آبه. نیای بگی نمکم 60، انحلال پذیریم 60. باید همیشه آبت 100 باشه تو انحلال پذیری. آبت باید چند باشه؟ 100 باشه. خب گفته انحلال پذیری چقدر است؟ تعریف انحلال پذیری چیه؟ مقدار گرم نمکی که در 100 گرم آب حل میشود. خب محلول زیرش هیچی نداره دیگه، به دردم نمیخوره، خطش زدم. مثلا محلول به دردم نمیخوره. تناسب، مثلا روش سگان با هم دیگه بیا ساده کنیم. 100 و 150، این به 50 میشه 3، این به 50 میشه 2. 3 و 60، این به 3 میشه 1، این به 3 میشه 20. آقا طرفین وسطین x ضرب در 1 میشود x، 20 ضرب در 2 میشود چقدر؟ 40. انحلال پذیری چند بوده؟ 40 بوده. حله؟ حل عشقی، قربت. تازه شروعه، تازه دستگرمیه، صبر کن، تازه دستگرمیه. میخوام برم رو نمودار. بچه ها رو نمودار ها مشکل دارن، نمودار بچه ها نمودار مشکل دارن. بریم رو نمودار کم کم، رو نمودار بریم کم کم با هم دیگه، رو نمودار هم با هم دیگه میریم. نگران نباش. فقط صبر داشته باش. بله خانم هنانه، نمودارم میریم آقا، نمودارم میریم. نمودار یک دمای میریم، دو دمای میریم، سه دمای میریم، هر چی باشه تو جزوه است. جزوه محلول 80 خورده ای صفحه است. صبر کن، فقط صبر. استاد این جلسه استیکمیتی کار نمیکنم، جلسه بعدی ان شاء الله. استاتون رو راه میندازم. استا که دیگه میدونین دیگه، استو که اصلا نیازی به گفتن نداره. یعنی کسایی که استو رو بودن میدونن من استو رو چه جوری میگم. یعنی اصلا نیازی واقعا دیگه، واقعا اصلا یه چیز اوکیه. خب محلولم داری میبینی، همه فصلمون همینه. استو که سگامه دیگه، تمومه. الکتروشیمی باشه، هر فصلی باشه، امکان نداره کامل تر باشه. خدایی اصلا ما اینجوری نیست فقط مسائل خوب بگیم. اینجور فقط به خدا فقط مسائل نیست ها، حفظیات هم میرم. من حفظیات و مفاهیم هم اینجوری میگم که بفهمی. الان میخوایم بریم به تو فصل 2 دوازدهم درس بدم، بری امشب همه تستاشو بزنی. فصل 2 دوازدهم حالا ندیدی، میخوای به 2 دوازدهم بگم بری امشب تستاشو تیکه پاره کنی. الکتروشیمی که همه ازش میترسن، همه میتونم الان امشب بهت بگم بری تستاشو رنده کنی، رو هوا تستاشو بزنی، رو هوا. قربون شما، به موقعش به همه چی میرسیم، همه چی میرسیم، همه چی کامل میگیم. نگاه کن، بریم سراغ حل سوال دیگه. من دوستانم وقتتون رو بگیرم. خیلی آقا نگاه کن، نگاه کن، چاکریم آقا بامری، قربون شما. نگاه کن، گفته دمای 40 درجه. ببین زمانی من از نمک آب محلول میرم تو انحلال پذیری که توی سوال یک دما داشته باشم. چند تا دما داشته باشم؟ یک دما. پس در مسائل انحلال پذیری آیا ما همیشه از نمک آب محلول میریم؟ خیر، زمانی میرویم که یک دما داشته باشیم. مثلا این سوال رو نگاه کن، گفته دمای 40 درجه. دمای چی؟ 40 درجه. چه ماده؟ کائنوسه. پس دمای چند درجه؟ 40 درجه. مگه یک دما نیست؟ پس 100% باید تو از این روش بری، نمک آب محلول. 100% باید از همین روش بری. خب بریم ببینیم تو دمای 40 درجه کائنوسه رو پیدا کنیم. ببین کائنوسه اینه،
این نمودار که دارم برای پررنگ میکنم. گفته دمای چند درجه؟ 40 درجه. خب ببین دمام 40 اینجا. بریم بالا، بریم بالا، بریم بالا تو به نمودار بخوریم. خوریم به نمودار. خب بریم این طرف. آخ آخ. انحلال پذیری رو بهم داده 60. پس نمودار رفتم بالا، تو دمای 40 انحلال پذیری 60. انحلال پذیری 60 یعنی چی؟ یعنی 60 گرم نمک در 100 گرم آب حل می شود. محلولم چقدر میشه؟ 160. انحلال پذیری 60 یعنی 60 گرم نمک در 100 گرم آب، محلولم چه 160. حالا سوالو بخون، سوالو بخون، حل کنیم با هم دیگه. گفته در 40 گرم محلول، زیر محلول بذار 40 گرم، به تقریب چند گرم نمک؟ نمک هم میشه چی؟ x گرم. خب الان کدوم ردیف اضافه است؟ ببین آب زیرش چی نیست پس اضافه است. آبو خط میزنم، آبو خط زنم، میام با هم دیگه بریم حلش کنیم. نگاه کن، الان 40 با 160 با هم دیگه خط میخورن، این میشه 1، این میشه 40، درسته؟ ببخشید میشه چقدر؟ 4. 4 و 60، این میشه به 4 1، این به 4 میشه چقدر؟ 15. آقا طرف این وسط این x ضرب در 1 x، 15 ضرب در 1 میشه چقدر؟ 15. تمام، سوال تموم شد. تو چی گفتم؟ چقدر شد؟ 15. تمام، مثل قبلی گفتم، با قبلی هیچ فرقی نداره. چه فرقی با قبلی داره؟ دقیقا مثل قبلی حل شده. اما چون جلسه اولتون من سوالا رو هر کدوم دو بار حل میکنم، نگاه کن، یه بار دیگه اینو حلش کنم. یک دما دارم میمیسم نمک آب محلول، دقیقا مثل قبلی حل کردم. 60 چجوری؟ مثل اونجوری هم میتونی بگی. نگاه کن، انحلال پذیری 60 یعنی 60 گرم نمک در 100 گرم آب، محلولم چقدر میشه؟ 160. حالا گفته در 40 گرم محلول چند گرم نمک؟ x گرم نمک. این آبو خط میزنم، با هم میتونم ساده بکنم، بگم 160 چجوری شده 40؟ تقسیم بر 4 شده. 60 چجوری میشه x؟ اینم باید تقسیم بر 4 بشه. 60 تقسیم بر 4 میشه چقدر؟ 15. هم میتونی ساده کنی، هم میتونی اینجوری بگی، فرقی نمیکنه. حل؟ حل؟ بریم بقیه‌اش، بریم بقیه‌اش. انحلال پذیری همیشه با آب برابره، یعنی چی؟ آب که همیشه 100. الان انحلال پذیری نمک هم چنده؟ 60. یعنی با همیشه تو میگی با آب برابره، همیشه این 100 باشه، پس اونم باید 100 باشه. مگه میشه همچین چیزی؟ دو دما بدنم جلوتر بهتون میگم. مگر میشه همیشه انحلال پذیری با آب برابر باشد؟ غلطه. همیشه آب 100 است. نه اصلا همچین نکته نداریم خانم یگانه. بریم تست. سوال اول، سوال اول. خب گفته انحلال پذیری چقدر است؟ انحلال پذیری یک دما دیگه، انحلال پذیری تو یک دما تعریف میشه دیگه. خب پس می‌نویسم نمک آب محلول، نمک آب محلول، چون انحلال پذیری بهم گفته یک دماه، یه دونه انحلال پذیری بهم گفته، یعنی یک دونه دما. گفته اگر از 28.5 گرم محلول، زیر محلول چقدر میذارم؟ 28.5 گرم. خب ادامه سوال چی گفته؟ گفته 3.5 گرم نمک، 3.5 گرم نمک. خب من یه فرمول داشتم دیگه، محلول چی میشد؟ آب به اضافه نمک. آقا محلولم چنده؟ داده 28.5. نمک هم چنده؟ 3.5. خب 3.5 با چی میشه 28.5؟ 25. آب هم چنده؟ 25. آب هم شد 25. حالا میخوام سوال حل کنم، سوال رو بخون حل کن. گفته انحلال پذیری کدام است؟ آقا تعریف انحلال پذیری چیه؟ تعریف انحلال پذیری مقدار گرم نمکی که در 100 گرم آب حل میشود. تمام، تمام. الان کدوم ردیف اضافه است؟ ردیف محلول اضافه است. بیا با هم دیگه ساده کنیم.
25 چه جوری شده 100؟ ضرب در 4 شده. پس اینم باید ضرب در چند بشه؟ 4. 4 تا 3 و نیم تا میشه 14. حله؟ به همین راحتی، یعنی واقعا دیگه از این بهتر نمیتونی حلش بکنی. از این بهتر نمیتونی حلش بکنی. اوکیه؟ بریم بعدی. بریم بعدی. ریاضی داخل 97. ریاضی داخل کیه؟ 97. بریم با هم دیگه اینو حلش کنیم. اومده یکم سوال رو پیچیده تر کرد. نگاه کن، گفته انحلال پذیری پتاسیم نیتراتو در دمای 42 درجه یک دما به هم داده. پس باید بنویسم نمک آب محلول. خب انحلال پذیریم برابر چنده؟ انحلال پذیریم برابر چند گفته؟ گفته برابر 61. یعنی 61 گرم نمک در 100 گرم آب. محلولم چقدر میشه؟ 161. گفته به تقریب چند مول از این نمک. آقا نمک رو ازم میخواد، پس نمک رو زیر گفته چند مول نمک دیگه، پس نمک رو ازم به نمکم ایکسه. گفته در 2 لیتر آب. آقا این نکته میخوام بهت بگم، 2 لیتر آب، لیتر آب و کیلوگرم آب با هم دیگه برابرن. یعنی 2 لیتر آب میشه 2 کیلوگرم آب که میشه 2000 گرم. پس حواست باشه ما این نمک آب محلولمون بر حسب گرمه، پس نمیتونم 2 لیتر رو بذارم این زیر، باید به گرم تبدیل کنم. توی آب لیتر و کیلوگرم با هم دیگه برابرن. 2 لیتر آب میشه 2 کیلوگرم آب، 2 کیلو هم میشه 2000 گرم. خب میشه چقدر؟ 2000 گرم. الان کدوم ردیف به درد من نمیخوره؟ ردیف محلول به درد من نمیخوره چون زیرش هیچی نوشته. این ضرب در چند شده؟ شده این ضرب در 20 شده. پس این باید ضرب در چند بشه؟ 20 بشه. 61 ضرب در 20 میشه 1220 گرم. 1200 چند گرم؟ 20 گرم. پس مثل سوال قبلی بود، فقط گفته 2 لیتر آب، لیتر رو به کیلوگرم تبدیل کنم. 2 لیتر آب یعنی 2 کیلوگرم آب که میشه 2000 گرم آب. پس زیر آب چند گذاشتم؟ 2000. نمک هم چقدر شد؟ 1220 گرم. اما نکته‌ای که مهمه، من الان کیو حساب کردم؟ نمکم رو حساب کردم بر حسب گرم، اما این مول نمک رو میخواد. آقا یه رابطه میخوام بهت بگم، رابطه بین مول و گرم. مول می شود گرم تقسیم بر جرم مولی. الان من گرم نمک رو دارم، به من گفته برو مولش رو حساب کن. یعنی من اینو دارم، ازم اینو می خواد، باید گرم رو تقسیم بر جرم مولی کنم. خیلی خب بریم حساب کنیم چقدر میشه. خب مولو میخوام حساب بکنم، گرمم چقدره؟ 1220 تقسیم بر جرم مولی چه ماده ای؟ کائنوسه. کا چنده؟ 39. ان چنده؟ 14. او چنده؟ 16. ضرب در سه میشه 48. کلا میشه 101 تقسیم بر 101 تقسیم بکنیم میشه 12.800. جواب گزینه چنده؟ گزینه 2. یه بار دیگه برای توضیح میدم، گفته انحلال پذیری چنده؟ 61. یعنی 61 گرم نمک در 100 گرم آب. گفته به تقریب چند مول از این نمک، پذیر نمک میذارم چی؟ X. گفته در 2 لیتر آب حل کرد، در چند لیتر آب؟ 2 لیتر آب. آقا نکته، لیتر آب و کیلوگرم آب با هم دیگه چی هن؟ برابرن. وقتی میگه 2 لیتر آب یعنی 2 کیلوگرم آب، 2 کیلوگرم آب میشه 2000. خب 100 چجوری شده؟ 2000 ضرب در 20 شده. این هم ضرب در چند میشه؟ 20. پس ایکس هم میشه 1220 گرم. تو الان گرم نمک رو داری، 1220 رو داری،
اما ازت گرم نمک رو نمیخواد، ازت مول نمک رو میخواد. یعنی باید گرم رو تقسیم بر جرم مولیش کنی. خواهنوسه جرم مولی شند 101 چه 12 ممیز 8. بچه ها میگن جرم مولی رو چجوری حساب کنم؟ با استفاده از پرانتز. پرانتزی که تو سوال بهت میده، به مادر رو مینویسی، کار رو بهم چند داده؟ 39. 39 ضرب در 1 میشه 39، n 14، او هم 16، ضرب در 3 میشه 48، میشه 101. 1220 رو تقسیم بر 101 بکنی میشه 12.8. چون گفته تقریبی به دست بیار دیگه، یعنی چیز خاصی نداره. این از این. برو سوال بعدی حل کن. سوال بعدی. خب مسئول اینجا چیکار می‌کنی؟ ایوال آفره. آقا نگاه کن چی گفته سوال. گفته اگر محلول سیر شده ساکاروز در 250 گرم آب تهیه شود. آقا اولین چیزی که میبینی انحلال پذیری ساکاروز. گفته چقدر؟ 205. انحلال پذیریم 205. شروع کن انحلال پذیری رو ترجمه کن. آقا می نویسم چی؟ نمک، آب، محلول. گفته انحلال پذیریم برابر 205. یعنی حد اکثر 205 گرم نمک در 100 گرم آب حل میشه. محلولم چقدر میشه؟ میشه 305. این از این. پس 205 گرم نمک در 100 گرم آب حل میشه. محلولم چقدر میشه؟ آفر میشه 305. ایول. حالا چی گفته؟ سوال رو نگاه کن. گفته که اگر 250 گرم آب داشته باشی، زیر آب میذارم 250 گرم. گفته جرم کل محلول چند گرم؟ یعنی محلول ازت میخواد. محلول ازت میخواد. میرم محلول حساب میکنم. آقا نکته ای که وجود داره این نمکه اینجا چیه؟ نمکه اینجا چون زیرش چیز نداره اضافه است دیگه. اضافه است. خب 100 با 250 ساده میشه. این میشه 1 به 100. این چند برابره؟ 100 دو نیم برابره. حالا طرف این وسط این x ضرب در 1 میشود x، دو نیم ضرب در 305، دو نیم ضرب در 305 میشه 762 نیم. پس این که گفته 512 نیم خط میخوره، این هم که گفته 512 نیم چی میشه؟ خط میخوره. این از این. به همین راحتی دوباره میام انحلال پذیری رو ترجمه میکنم. دوباره مینویسم نمک، آب، محلول. انحلال پذیری برابر چنده؟ آقا انحلال پذیری برابر 205. یعنی 205 گرم نمک در 100 گرم آب حل میشه. محلولم چقدر میشه؟ میشه 305. حالا گفت سوال گفته چند گرم آب داری؟ 250 گرم آب. زیرش میگم 250 گرم. گفته شمار مول های ساکاروز. ساکاروز منظورش نمکه. آقا نمک رو ازم میخواد. گفته شمار مول های ساکاروز چقدر؟ این نمک رو ازم میخواد. آقا نمک رو ازم میخواد. پس زیر نمک میذارم چی؟ X. وقتی میگه ساکاروز، بچه ها میگن نمک که NaCl سدیم کلوریده. آقا منظورش از نمک اون ماده حل شونده ایه. اوکی؟ ساکاروز الان رفته تو آب حل شده دیگه. این از این. میام و هم دیگه ساده میکنم. یه تناسب 100 با 250، این به 100 میشه 1، این به 100 میشه چقدر؟ 2.5. آقا طرف این وسط این x ضرب در 1 چقدر میشود؟ x 2.5 ضرب در 205 میشه 512.5 گرم. اما سوال تموم نشده. آره 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 آفرین آفرین، دقیقا هم اینجوریه. آقا 512.5، اما چی ازم میخواد؟ ما الان گرم ساکاروزو داریم، این مول ساکاروز از من میخواد، مولشو از من میخواد. فرمول مول چیه؟ گرم تقسیم بر جرم مولی. آقا گرم جرمش چقدره؟
512 و نیم. جرم مولی ساکاروس چنده؟ حفظ کن. 312 هاش 22 اویازه، جرم مولی 342. حفظ میکنیم. چنده؟ 342. 512 رو تقسیم بر 342 میشه چقدر؟ میشه 1 کنیم. جواب گزینه چند؟ گزینه 3. آفرین آفرین. تست کنکور 98 ها کدوم قسمتشو خانم هندانه؟ دقیقا کدوم قسمتشو میشه بگی کدوم قسمتشو؟ من دوباره توضیح بدم چون سوالشو خیلی آروم توضیح دادم. سوال بهم چی گفته؟ گفته که انحلال پذیریم چنده؟ 205. یعنی نمک هم چقدره؟ 205 گرم نمک در 100 گرم آب محلول هم چقدر میشه؟ 305. حالا گفته اگر 250 گرم آب داشته باشی چند گرم محلول؟ ایکس هم میشه چقدر؟ حساب کردم میشه 762. تمام. آره علی اونجوری هم میشه. استاد من از کجای این سال شروع کردم؟ من از کجای سال شروع کردن کردم؟ انحلال پذیری رو اول ترجمه کن. جرم مولی ساکاروز رو بخوای حساب بکنی ببین 312 هاش 22 او 11 است. 312 هاش 22 او 11 با بری حساب کنی. کربن جرم مولیش 12ه. 12 ضرب در 12 میشه 144. هیدروژن جرم مولیش 1ه. 1 ضرب در 22 میشه 22. آ هم جرم مولیش 16ه. 16 ضرب در 11 کلن میشه 342. بعد میگه از کجا بفهمم کربن 12ه؟ از کجا بفهمم اکسیژن 16ه؟ خود سوال بهت میده ببین چه کربن 12 اکسیژن 16 با بری حساب بکنی. اما ساکاروز رو حفظ کن. آفرین. آره از کجای سال شروع کردن بکنیم؟ از همون قسمت انحلال پذیری شروع کنیم. بریم سراغ حل بعدی. این هنوز زوده. 140 141 رو شروع کن بر کردن. صد و چهل و یک و 142 رو شروع کن بر کردن جفتش. جزوه رو براتون میذارم داخل کانال. آره بچه ها یک چیزی که میخوام بهتون بگم، چون میخوام جزوه رو براتون بفرستیم و فیلم رو میخوام بفرستیم، نمیخوام داخل کانال بذارم. شماراتونو بذارین الان. چتتون خصوصیه، برای بقیه نمیره، فقط ما میبینیم. چون میخواد هم جزوه ارسال بشه و هم میخوام فیلمو بذاریم، نمیخوام تو کانالم بذارم. میخوام ارسال کنیم، شماراتونو بذارین. با فامیلتون بذارین. شماراتون و فامیلتون که براتون ارسال کنم. شماره که تلگرام داریم و شماره که روشنه جفتش بذارین که من براتون انگار چی کنم بفرستم فیلم. نمیشه مهدی زارعیه. مهدی زارعی میدونم اسم مهدی زارعیه. شماره تو بگو. اسمتون کنار شمارتون نمیست. فقط ریحانه انصاری ببینیست. ریحانه انصاری کنار شمارت باید در همیگه چسبیده باشه. جدا جدا, جدا نفرستی ها. ریحان انصاری و شماره جدا جدا نباشه، جفتش باید توی یک پی ام باشه. ایوان آقا شماره تون بزنین که براتون چی کنن؟ فیلمه رو بفرستن. یه چیز دیگه هم بهتون بگم آقا سالیه، خیلی خوب شماراتون رو گذاشتین. آفرین. ایول ایول یه نکته میخوام بهت بگم. گوش کن گوش کن. حالا بعضی از کلاس رفتن بیرون، جمعیت کمتره. خب فقط این نکته بهت بگم برم سراغ درسم. ما کلاس های آنلاینمون، اون سورپرایزی که میخواستم بگم، اوکی؟ اون سورپرایزی که میخواستم بگم اینه.
حالا چه بچه‌ای که ثبت نام کردن چه بچه‌ای که ثبت نام نکردن. آقا سلی برو پایین چطورشون رو ببینم. آقا کسایی که تا الان ثبت نام نکردن و کسایی که جای دیگه ثبت نام کردن، ببین ما هر هفته دو جلسه کلاس آنلاین داریم، فیلماش داخل پنلتون ذخیره میشه، یعنی تو محلول اگر نفهمی میتونی 30 بار دیگه نگاه کنی، حداقل 30 بار دیگه، 10م 11م 12م کامل کار میشه. هر کسی امشب پیام بده به آیدی با کلاس آنلاین امشب، خب یعنی چیزی که گذاشتم اصلا باورم نمیشد، یعنی چیزی گذاشتم واقعا بعد یک دعوای باشون بکنم چون حق منم هست. خب اما چیزی که گذاشتن امشب هر کسی پیام نمیخواد امشب ثبت نام بکنی، امشب پیام بدی، حالا دو روز آینده ثبت نام تو کامل بکنی. اگر پیام بدی امشب برای ثبت نام هزینه کلاس های آنلاین 1500 1600 تو با 700 تومن میتونی ثبت نام کنی، یعنی از 50% بیشتر. بچه‌هایی که اگه جای دیگه حضور دارید اگر میتونید ثبت نام کنید برای شما هم خوبه، چون سر کلاس یاد میگیرین دوباره فیلماشو نگاه میکنین. فقط همین امشب باید پی ام بدی، یا بگی من که سر کلاس بودم، با 700 تومن میتونی ثبت نام بکنی. فقط به کس دیگه خارج از کلاس نگین. اونایی که ثبت نام کردن کلاس آنلاین آخر کلاس بهشون میگم چیکار بکنن. شما که ثبت نام کردین باز حواستون یه جای دیگه دارم، بچه‌ای که ثبت نام کردن یه جای دیگه باز براشون تخفیف می‌ذارم، بچه‌هایی که ثبت نام آره بچه‌هایی که ثبت نام نکردن و میخوان ثبت نام بکنن، اوکی امشب پیام بدم به جای 1500 1600 با 700 تومن میتونن ثبت نام کنن. همینم قسطی میدی، مثلا 200 تومن 200 تومن میدی 300 تومن مثلا عید میدی، اینجوریه. این خیلی خوبه، خیلی خوبه، اوکی. بچه‌ها که جای دیگه هم حضوری دارن مثلا ثبت نام بکنن تا عید مثلا ماش 100 تومن هم بدن کلاسشون اوکی شده، یعنی کلاس آنلاین هم دارن، کلاس حضوری هم دارن، فیلما هم دارن، 10 بار دیگه هم میتونن ببینن. کسایی که ثبت نام کردن، کسایی که ثبت نام کردن، این تخفیف برای کسایی که ثبت نام نکردن. کسایی که آره کلاس سالینه، کسایی که ثبت نام نکردن، همایشا که تا آخر سال میذاریم، نکته تستایی که تا آخر سال میذاریم با 50% تخفیف میتونن ثبت نام بکنن. پس بچه‌هایی که ثبت نام نکردن میخوان ثبت نام بکنن، کلاس سالینه رو با 50-60% تخفیف میتونن امشب ثبت نام بکنن. 50-60% خیلی زیاده. و بچه‌هایی که ثبت نام کردن همایش ها و کلاس های نکته تست جنبندی رو همشو تا آخر سال با 50% تخفیف میتونن ثبت نام بکنن. از این بهتر دیگه، یعنی واقعا دیگه از این بیشتر نمیشد دیگه. اصلا چتشون رو ببر پایین. اوکی. آره حضوری هم تخفیف همایش دارن. آره دهمی هم ثبت نام، بله شماره رو براتون گذاشتم، شما پشتیبانی گذاشتن، امشب باید بهشون پیام بدی به جای 1600 1700 تومن با 700 تومن، یعنی 50% تخفیفش بیشتره. کامل ثبت نام می‌کنی، علی اسم تو لیست هست دیگه، ببین پیام بدی من اسم تو لیست میرم ببینم. همایشه تا آخر سال زیاد میشه، مثلا نکته تست هست، همایش هست، جنبندی هست، پیشبینی هست، همشو با 50% تخفیف همشو. چش امشب پیام بدین. اونایی که ثبت نام کردن نمیخواد پی ام بدن، اونا موقع همایش و نکته تست به خودم پیام میدن. فقط این برای کسایی که کلاس سالینه رو ثبت نام نکردن میتونن ثبت نام بکنن، قیمتشون نصف میشه. این از این. بریم سراغ حل سوال. دیگه از این بهتر دیگه نمیشه ثبت نام بکنی، از این بهتر نمیشه. آقا بریم سراغ حل سوال. سوال چی گفت؟ کلاس آنلاین. آره آیدیشون رو گذاشتن، خیلی همین امشب فقط باید پیام بدی بهشون. آقا گفته که 10 ممیز 10 گرم نمک در 40 ممیز 10 گرم محلول. پس نمک رو به هم داده، محلول هم به هم داده، نمک آب محلول. نمک هم چقدره؟ داده 10 ممیز 2 دهم گرم. محلول هم چقدره؟ 40 ممیز 2. 40 ممیز چقدر؟ 2. خب ببین این 10 ممیز 2 بوده، 10 ممیز 2 با چی میشه 40 ممیز 2؟ با سی. با چقدر؟ با سی. فقط شیمی، فقط شیمی، فقط شیمی. خیلی خوب، حالا گفته انحلال پذیری چقدر است؟ یعنی گرم نمکی که در 100 گرم آب حل می شود، درسته؟ این از این، از اینجا ایکس ببین محلولم خط می خوره دیگه، یه ساده سازی اینجا انجام بدی ایکست از اینجا تناسب ببندی، ایکست به دست میاد حدودا برابر چند؟ 34
4 جواب گزینه شن گزینه 3 بدون فرمول بدون فرمول. بریم بعدی. گفته انحلال پذیری لیتیوم سولفات برابر 20 گرمه. می‌میسم نمک آب محلول انحلال پذیری بهم داده 20 گرم، یعنی 20 گرم نمک در 100 گرم آب حل میشه. محلولم چقدر میشه؟ 120 گرم. 120 گرم. گفته از تبخیر کامل 165 گرم محلول، 165 گرم چی؟ محلول چند مول لیتیوم سولفات، یعنی نمک، نگفته آب دیگه، لیتیوم سولفات اسم مادر میگه یعنی نمک، میذارم چی؟ X. کدوم ردیف اضافه است؟ ردیف آب. ردیف آب کاملا چیه؟ اضافه است، درسته؟ 20 با 120 با هم دیگه ساده میشن، این به 20 میشه 1، این به 20 چقدر میشه؟ 6. اوکی؟ از اینجا اگه بخوام ساده کنم 165 تقسیم بر 6 چقدر میشه؟ بذار حساب کنم. حساب کن 165 تقسیم بر 6 چقدر؟ 165 تقسیم بر 6 27 چقدر؟ درسته؟ این چند گرم بوده؟ چقدر میشه 27 و نیم؟ جوابش گزینه چنده؟ گزینه 4. خیلی سوال 143 شروع کن بر کردن. 143 نه گرم بوده، من اینجا اشتباه نوشته، نه اشتباه تایپی بوده، اشتباه تایپی مول نوشته، اشتباه تایپی بوده. شروع کنم حل کردن اینو. تو کلاس سالیان هر سه تا مبحث رو کامل میگن، دهم، یازدهم، دوازدهم، حفظیات، مسائل مفاهیم کامل کار میشه همش. بهم بگین ها سالی آقا چند شد جوابش؟ میگی صدا نیست، خودم قطع کردم. چند شد جوابش؟ ایول ایول، چه بچه های خوبی داریم ها. ساجد ثانی، زهره صفایی، امیرزا بامری، بقیه چی شد؟ حلش کنم؟ ایول خانم توکلی ماشاءالله. ها اون برم اونجا هم خوبه، در عین حل سوال بگیر. نگاه کن، گفته انحلال پذیری برابر چقدر؟ 36 گرم. انحلال پذیری برابر چنده؟ برابر 36 گرمه. می‌نویسم نمک آب محلول. گفته 36 گرم، یعنی 36 گرم نمک در 100 گرم آب حل میشه، محلولم چقدر میشه؟ 136 گرم. گفته چند گرم محلول. آقا ببین اینا همشون براست به گرم هن، همیشه براست به چی هن؟ گرم. گفته چند گرم محلول، یعنی گرم محلول رو ازم میخواد، پس گرم محلول رو از من سوال پرسیدی که آقا گرم محلول چقدره. خب چی به هم داده؟ گفته نیم مول سدیم کلورید. آقا نمک رو به هم داده، نمک رو به هم داده، نمک رو به هم چقدر داده؟ نیم مول. آقا من گرم نمک رو میخوام، مول نمک رو نمیخوام، گرم نمک هم چقدره؟ آقا یه رابطه داشتم بین مول و گرم دیگه، مول میشد گرم تقسیم بر جرم مولی.
خب مولو به ام چند مول داده؟ داده نیم مول خود سال، داده نیم مول. من گرم نمکمو میخوام، جرم مولیم چقدره؟ چه ماده ای گفته؟ NaCl. NaCl امداد 58.5، جرم مولیش چقدر داده؟ 58.5. از اینجا گرم هم میشه چقدر؟ 29.25. پس گرم هم چقدر شد؟ 29.25. این از این. پس به هم مول نمک رو داده. آقا مول نمک رو بهت بده، تو باید گرم نمک رو به دست بیاری. به هم داده نیم مول نمک. برای من نیم مول مهم نیست، برای من گرم نمک مهمه. خب مول رو به هم چقدر داده؟ مول رو به هم داده نیم مول. آقا جان به هم چقدر داده؟ به هم داده نیم مول. جرم مولی رو به هم چقدر داده؟ 58.5. گرم نمک هم چقدر شد؟ میشه نیم ضرب 58.5 میشه 29.25. پس اینجا چقدر میزنم؟ 29.25. آقا میام کدوم ردیف رو خط میزنم؟ آب زیر چیزی نداره دیگه، خط میخوره. از اینجا میرم ایکسمو حساب میکنم. ایکسم چقدر میشه؟ این در این ضرب میشه، روبروی تو هم دیگه ضرب میشه، 29.25 ضرب در 136. حالا عددش خیلی بده، تقسیم بر چقدر؟ تقسیم بر 36. تقسیم بکنم میشه 110.5. جواب گزینه چند؟ 4. بدون استفاده از فرمول، بدون استفاده از چی؟ همون تو چی بگیری بهتره، در حال نوشتن اینا. اوکی بچه ها، فیلم آفلاین نه نمیذارم داخل کانال، نمیذارم. بدون فرمول سوالا رو حلش کردیم. این نیاز به حتی استفاده از یه دونه فرمول هم نبود. حتی یه دونه فرمول هم ما اصلا استفاده نکردیم. همه چی بر اساس مفاهیم کتابه. اوکی؟ حوصله سال سخت داری یا نه؟ حوصله سال سخت داری؟ درصد خلوص که استیکیومتریه. حوصله سال سخت دارین که اگه حوصله ندارین حلش نکنین. براتون جزوهشو میذارم دیگه. نه بذار سال سخت حل نکنین. بذار سال سخت حل نکنین. ولش کن. آره آره. بیا. بیا فرصت بدیم حل کنیم. گفته انحلال پذیری نیترات، انحلال پذیری پتاسیم نیتراته، انحلال پذیری پتاسیم نیترات در دمای 40 برابر 50 است. اگر دو برابر میزان آب موجود در 93 گرم محلول پتاسیم نیترات آب خالص به این محلول اضافه کنیم، محلول حاصل چند گرم پتاسیم نیترات دیگر را میتواند در خود حل کند؟ چه سوالی. شروع کن بر کردن، 3-4 دقیقه بده وقت میدم. شروع کن، خیلی سوال قشنگیه، خیلی سوالش خوبه. همینه دیگه. آقا ساله ای این روشنی ها رو بنداز بیرون. روشنی ها. خیلی خوب بچه، کسی حل کرد؟ جواباتون همه تو معمی فرق میکنن، همه اش جواب معمی فرق میکنن. نه ولش کن، نمیخوام بندازش بیرون. گناه دارم. شما چند جلسه؟ این جلسه اول رایگانه، جلسه از اون سالیان از هفته بعد شروع میشه. آقا سوالش خیلی سوال خوبیه، کسی واقعا اگه حل کرده باشه، جواب نگاه کن، بلد حل کرده باشه، واقعا دمش گرم. نگاه کن، گفته انحلال پذیریه. واقعا این سوال باید چند بار نگاه کنی؟ چون واقعا سوال آسونی نیست. چند بار باید سوال رو نگاه کنی؟ آقا تو کانال گذاشتی؟ بذار برم نگاه کنم ببینم خوب شده.
ایوان ایوان نگاه کن، گفته انحلال پذیریه. نگاه کن، حضوری با اینا خیلی تفاوت داره. نه بابا، نه. گفته انحلال پذیری پتاسیم میتوز چقدره؟ برابر 50 گرمه. در دمای 40 برابر چقدره؟ 50. آقا نمک آب محلول گفته برابر 50 تایه، یعنی 50 گرم نمک در 100 گرم آب حل میشه، محلول میشه چقدر؟ 150. حالا گفته آب موجود در 93 گرم محلول. آقا 93 گرم محلول داشته باشی، چند گرمش آب بوده؟ میزان آب موجود رو میخواد دیگه. برم ببینم چند گرمش آب بوده. خود دقت کن، یه تناسب میبندم، 100 150 x 93، اینجوریه 100 150 x 93. بریم ببینیم x آب هم چقدر بوده. ببین الان اینجوری خواهرم آب حساب بکنم دیگه. آبو داره از من میپرسه، میگه آقا آب چقدر بود. بریم آبو هم دیگه به دست بیاریم. ببین 100 و 150، این به 50 میشه 2، این به 50 میشه 3، این به 3 میشه 1، این به 3 میشه 61. درسته؟ بخشی به 3 چقدر میشه؟ 21. x ضرب در 1 میشه بعد x، 2 ضرب در 21 میشه چقدر؟ بخشی 31. 2 ضرب در 31 میشه چقدر؟ 62. آقا چند گرم آب بوده؟ 62 گرم آب بوده. پس بریم ببینیم آب اول چقدر بوده. آبی که من داشتم چند گرم بوده؟ 62 بوده. نمک هم چقدر بوده؟ ببین چی با 62 شده 93؟ چند؟ 31. پس فهمیدم که آبم 62 گرم بوده، نمکم چقدر بوده؟ 31 گرم بوده. پس من اینو فهمیدم، از اون 93 گرم محلول هم تونستم آبو به دست بیارم که 62 بوده. چی با 62 شده 93؟ 31. نمک هم 31 بود. سوال اینجا تموم نمیشه. اینجا تموم میشه سوال راحتی بود. سوال اینجا قشنگه. گفته اگر دوباره ببینید، نمک آب محلول، گفته که اگر دو برابر آب موجود بیام آب اضافه بکنم. الان آب موجود چقدره؟ 62. گفته دو برابرش، دو برابرش چقدر میشه؟ دو تا 62 تا میشه چقدر؟ 124. گفته اگر دو برابرش بیام آب اضافه بکنم، خب آیا نمکم دست میخوره؟ نه، نمکم همون چند گرمه؟ گفته دو برابر آب موجود بیام آب اضافه کنم، 124 تا، یعنی 100 تا بوده گفته 124 تا دیگه هم اضافه بکنم، میشه چقدر؟ 220 تا. چقدر؟ 4 تا. درسته؟ اینقدر دیگه اومدی آب اضافه کردی، یعنی نمک هم چقدر بوده؟ 50 تا بوده دیگه. تو اومدی چیکار؟ ببخشید این نمک هم چقدر بوده؟ نمک هم چقدر بوده؟ 31 بود. دو برابر آب موجود اومدی بهش آب اضافه کردی. دو برابر چی؟ آب موجود. آقا آب موجود 62 تا بوده، ضرب در 2 میشه چقدر؟ 124 تا. 124 با 62 چقدر میشه؟ 186 تا. از اینجا محلولم چقدر میشه حساب بکنی؟ 187 تا. درسته؟ میشه 217 تا. حالا انحلال پذیریم چقدر بوده؟ انحلال پذیریم چقدر بوده؟ انحلال پذیریم 50 گرم در 100 گرم آب بوده. قبول داری؟ خب نمکمو من اینجا نمیذارم، ببینم نمکی که به دست میاد چقدر بوده. نمکمو بخوام بیام حساب بکنم، از اینجا به محلول کاری ندارم. نمکمو بخوام حساب کنم، این میشه 1، این میشه 2، این میشه 1، این میشه 93. درسته؟ نمکم چقدر میشه؟ 93 تا. اول چقدر بوده؟ 31.
اختلاف بگیری چقدر میشه؟ میشه 62. چون گفته دو برابر آب موجود بیام آب اضافه کنم، یعنی 62 تا داشتم کل 124 تا دیگه هم اضافه کردم. دو برابر آب موجود آب اضافه کنی، نگفته آب دو برابر کردی، گفته آبم 62 تا بوده، دو برابر موجودم، یعنی دو برابر 62 یعنی 124 تا، به اون 62 تا اضافه کردم. حتما ویدیوشو دو سه بار دیگه نگاه کن، واقعا رو آزمون نمیگه از روی وقت گذاشین و حلش کرد. 62 تا آب بوده، 62 تا آب بوده، گفته دو برابر آب موجوده، 62 رو ضرب در رو میشه 124 تا، گفته 124 تا دوباره به همین اضافه کن میشه 186 تا. انال پذیرین 50 گرم نمک بوده در 100 گرم آب، اگه آب 186 تا باشه چقدر نمک توش حل میشه؟ 93 تا. اول 31 بوده، گفته چند گرم پتاسیم نیترات دیگر رو میتوانند حل کنند، یعنی از 31 به 93 برسه میشه 62 گرم. دوباره توضیح دادم، سوالش واقعا سوال سختیه. اینو بازیه با چی اسمش؟ با مثلا ادبیاته، هی میاد صورت سوال رو میپیچونه و اینه همهشون بدون فرمول حل میشه. اوکی؟ میگه سپرایزتون چی بود؟ بریم سراغ مسئله دو دمایه. خوب دقت کن، سپرایزمون این بود که مثلا بچه های خوبی باشیم، بخواستم بهتون بگم تو خونه بچه های خوبی باشیم، مامان باباتون اذیت نکنیم، بعد مامان باباتون هم گوش بدیم، این هم از سپرایز. بیگه سپرایزش کنیم استاد. بچه های تایم استراحت میخواییم بریم بعد برگردیم، یه تایم استراحت. خیلی دیگه مغزا با این سال آخر هنگ کرد. 8:35 8:45 شروع میکنم. میگه ما هنوز الان اومدیم، جایزه جایزه دارید، ادامه کلاس. آره خانم مومنی، دوباره ویدیوشو نگاه کن، اگه سوال داشتین برای درست بهتون دوباره میذارم. اصلا سوال آخری رو دوباره حل میکنم جدا امشب تو کانالم میذارم، خوبه؟ سوال آخری رو دوباره حل میکنم امشب جدا میذارم تو کانالم. میگه نه هنوز جاش درد داره. آقا 8:45 دوباره شروع میکنیم. واسه چطور واسه خوبه بچه ها؟ سلام، سلام آقا، سلام باید بس کنی، سلام باید. خب بچه ها سلام سلام سلام، بریم سراغ ادامه سوالا. قربون شما، چشم بچه، صدا دارین؟ صدا اوکیه؟ خیلی خوب، خدا رو شکر، خدا رو شکر. جانم بفرمایید اگه سوال دارین بپرسین تا بریم سراغ درس. اگه سوال دارین بپرسین. سلام سلام سلام، چسبید جای شما خالی. استو نمیگیم امشب کلاس هم آقای که اینو بگم تمام. پاسنگای تانک تست داره؟ بله. بهم پیام بدی براشون بفرستم. فعلا نمیخواد تست بزنی؟ آره آره خانم هانیه، آره. خیلی خوب، بعد سر کلاس کامل میگم. بریم سراغ درسمون. شیمی چجوری بخونیم؟ کتاب را باز کنید، از اول شروع کنید. برای درس جزوه به خودم پیام بدید. بستنی. آره مشخص میکنم چش هست من. چون باید یه مبحث رو کامل یاد بگیریم بعد بریم سراغ تست. کامل تموم بشه بعد بریم سراغ تست. هنوز سازه یک دو جلسه بیشتر برگزار نکردم، با یه دو جلسه نمیتونی تست بزنی عزیزم. بذار تموم بشه چش بعد بریم سراغ تست. بله گفتم بهتون برنامه میدم انشالله از شنبه. کتاب تست، کتاب تست
هیکل تست خودم خیلی خوبه. تانک تست اگر بگیرین توش همه سوالای خیلی خوب داره. برای کلاس تانک تست هم به خودم پیام بدین. برای کلاس تانک تست به خودم پیام بدین، براتون کتاب میفرستم. کلاس آنلاین چند روز رفته است؟ یک روز احتمالاً می‌کنیم دو روز تو هفته. قربون شما، مرسی. تصویر تست آموزش انجام بدیم؟ بله. فعلا تست جزء رو مرور کنید تا تموم بشه. فردا شب کلاس آنلاین داریم؟ نه دیگه، امشب بود دیگه. به جای فردا امشب برگزار کردیم. کلاس ساعت چند تا موقعی که مثلا دو دمای تموم بشه. حضوری چند روز تو هفته؟ سه روز تو هفته. خیلی خب، بریم سراغ درسمون. خوب دقت کن. مسائل چند دمایه؟ مسائل دو دمایه. مسائلی که به چند تا دما میده؟ دو تا دما میده. اوکی؟ برای جزوه پیام بدی، برای جزوهشو میفرستم. اوکی؟ اما تو کانال با کلاس هم عضو میشی، برای ثبت نام کلاس ها به آیدی خود مجموعه پیام میدی. این از این. برای دریافت جزوه میتونی به خودم پیام بدی، برای هر کاری میخوای انجام بدی، فیلم ها رو میخوای ببینی، دریافت جزوه میتونی به خودم پیام بدی، برای جزوه رو بذارم. و برای ثبت نامت هم فقط مجموعه با کلاس آنلاین، فقط به خودشون پیام بده، ثبت نامت میکنن، کارتو انجام میدن. این از این. آقا بریم مسئله دو دماه. ببین توی سال چند تا دما میبینی؟ دو دما. مثلا 40 میبینم یا 34 میبینم. اوکی؟ این از این. مسائلی که دو تا دما داشته باشه رو چجوری باید حل بکنیم؟ خوب دقت کن. مسائلی که دو دما داشته باشد از روش سه گام حل میکنیم. گام دوم، گام اول، گام دوم و گام چندم، سه گام میزنیم. آقا میشه بگی تخته شیر کنم؟ تخته شیر شد. گام اول چیه؟ مقدار محلول در دو دما را به دست می آوریم. پس کاری که اول انجام میدیم، مقدار محلول در دو دما را به دست می آوریم. اوکی؟ این از این. گام دوم، از هم کم میکنیم، از هم کم میکنیم تا رسوب به دست آید. پس کاری که اول انجام میدیم، مقدار محلول در دو دما رو به دست میاریم، از هم کم میکنیم تا رسوب به دست بیاد. و کار سوم، بین محلول بزرگتر و رسوب تناسب می رویم. بنویس اینا رو. بنویس اینو، بنویس. این از این. آقا بریم سوال با هم دیگه حل کنیم. یه دما به هم چی داده؟ یه دما به هم داده 40. اینجوری مثلا حل میکنی؟ یه دما به هم داده 40، یه دما به هم داده 34. به هم چند داده؟ 34. بوفه مقدار محلول در دو دما رو به دست میاریم. خب چه ماده ایه؟ گل پتاسیم نیترات، KNOSه. نمودارش اینه. خب یه دما هم 40ه. ببین 40 برو بالا. تو دمای 40 انحلال پذیری برابر چنده؟ 60. پس تو دمای 40 انحلال پذیری برابر 60. یعنی 60 گرم نمک تو 100 گرم آب حل میشه، محلول میشه 160. پس ایش میمیسی محلول. تو دمای 34 انحلال پذیریم چقدره؟ 34 میرم بالا، انحلال پذیریم 50ه.
یعنی 50 گرم نمک در 100 گرم آب حل میشه، محلولم چقدر میشه؟ 150. این گام اول، محلول در دو دما رو به دست آوردم. گام دوم، از هم کم میکنم تا رسوب به دست بیاد. 160 با 150 اختلافش چقدر؟ 10 گرم. 10 گرم چی دارم؟ رسوب. این گام دوم. حالا گام سوم، بین محلول بزرگتر و رسوب تناسب برقرار میکنم. بین محلول بزرگتر و رسوب، محلول بزرگه 160 یا 150؟ 160. چند گرم رسوب داد؟ 10 گرم. خیلی خب، سوالو بخون حل کن. حالا چی گفته؟ گفته اگر 24 گرم محلول داشته باشم چند گرم نمک رسوب میکنه؟ چند گرم محلول؟ 24 گرم. اگر 24 گرم محلول داشته باشیم چند گرم رسوب میکنم؟ با هم دیگه ساده میکنم، این صفره با این صفره، 16 و 24 به 8، این به 8 میشه 2، این به 8 میشه 3، 3 و 2 این به 2 میشه 1، این به 2 میشه 1.5. x ضرب در 1 میشود x، 1.5 ضرب در 1 میشود چقدر؟ 1.5. جواب کدوم گزینه میشه؟ گزینه شماره 1. اونجا باید بهتون میگم چیکار کنیم. فعلا که در مورد کاهش میدیم از این استفاده میکنیم. این از این، این سوال اول. خیلی خوب، برو بعدی رو حل کن. 155. شروع کن بر کردن. صدا میاد؟ خیلی خوب. آقا یه دمای 70 دارم، یه دمای چند دارم؟ 14 دارم. تو دمای 70 انحلال پذیریم برابر 30، محلولم میشه 130. تو دمای 14 انحلال پذیریم حدوداً 4، این میشه چقدر؟ میشه 104. معلوم چی؟ 104. از هم کم میکنم تا رسوب به دست بیاد. رسوبم چند گرمه؟ 26 گرم. این گام دوم. گام سوم، بین محلول بزرگتر و رسوب تناسب برقرار میکنم. 130 گرم محلول داشته باشیم چند گرم رسوب داره؟ 26 گرم. حالا سوالو بخون و حل کن. گفته اگر 26 گرم محلول سیر شده داشته باشی چند گرم رسوب داری؟ با هم دیگه ساده کنیم، این به 13 میشه چقدر؟ 10. این به 13 چقدر میشه؟ 2. طرف این وسط این 2 ضرب در 26 میشه 52، x ضرب در 10 میشه 10x، x هم میشه 5 ممیز 2. به کدوم گزینه نزدیک تره؟ به گزینه چند؟ 5.5. تمام. اوکیه؟ اوکی؟ یه دونه دیگه سوال شما حل کنی؟ سوال 56 رو. چند به دست آوردین؟ گزینه چند؟ گزینه 2. خب. به این دما رو بهم چند داده؟ یه دما رو بهم داده 60. یه دما رو بهم چقدر داده؟ 28. پس یه دما رو داده 60، یه دما رو چقدر داده؟ 28. آقا تو دمای 60 انحلال پذیریم برابر چقدره؟ 60. پس محلولم میشه 160. 100 تا بهش اضافه میکنم. تو 28 انحلال پذیریم چقدره؟ 40. پس محلولم میشه چقدر؟ 140. از هم کم میکنم میشه 20 گرم رسوب. حالا بین محلول بزرگتر، یعنی 160 گرم محلول، چند گرم رسوب داده؟ 20 گرم. حالا گفته اگر 20 گرم محلول داشته باشی چند گرم رسوب میده؟ این تقسیم بر چند شده؟ تقسیم بر 8 شده. پس این تقسیم بر چند میشه؟ 8. میشه چقدر؟ میشه 2.5. آقا حله؟ این هم مثلا دو دمای نموداری. خیلی خوب حل کردیم سوالاشو. انشاءالله جلسه بعدی که بیای ادامه محلول هم دیگه کار میکنیم. مولار چیه؟ درصد جرمی چیه؟ پی پی ام چیه؟ ادامه انحلال پذیری رو بهتون میگم.
کامل همه شو هم دیگه کار میکنید. جلسه رایگانمون فقط این جلسه نبود، اوکی؟ باز جلسه بعدی براتون رایگان میذارم که ادامه‌اش رو بهتون بگم که کامل محلول مسلط بشین. کل محلول رو براتون رایگان میذارم. خوبه؟ قربون شما. برای ثبت نامتون میشه پیام بدین هر کی میخواد ثبت نام بکنه. کامل کامل همه چی رو میذاریم. این از این. بچه‌ها خسته نباشین، جزوه رو براتون میذارم. جزوه رو داخل کانال براتون میذارم. داخل این کانال 4 تا شیمی بزنین کانال من میاد. جزوه رو تا نیم ساعت دیگه براتون میذارم. براتون میذارم داخل کانال. این از این. فیلم ضبط شدن بهتون میگم. قربون شما. شما پشتیبانی هم بذار آقای صالحی. برای ثبت نام کلاس و اگه سوالی راجع به جزوه داشتی به آیدی پشتیبانی هم میتونی پیام بدی. این از این. بچه ها فعلا خدافظ. باز میبینمتون هفته بعد ان شاء الله. قربون شما. سلامت بشی.